मौला मौला मेरे हमेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हमेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे تو این موقع شب اینجا؟ آره خوابم نمی اومد. ولی نباید می اومدی اینجا. اگه حسنا ببینه دوباره یه دفعه بزرگ را میندازه. اون همچین کاری نمی کنه. بی خیال علی، تو مگه ندیدی امشب چه قشقرقی به پا کرد؟ من زود حرف رو عوض کردم، ولی تا کی میشه این موضوع رو پنهون کنی؟ ما باید پنهون نگاش داریم. من حسنا رو میشناسم. اون نمیتونه این صدمه رو تحمل کنه. پس من چی علی؟ تو اصلا به من فکر میکنی؟ امروز بیشتر از هر زمان دیگه ای بهت احتیاج دارم. و تو از من فاصله میگیری. اینجوری فکر نکن تمنا. من میفهمم. منو باور داشته باش. منم تو رو درک میکنم، اما تمنا تو هم باید منو درک کنی. من واقعا نمیفهمم. سر دو راهی قرار گرفتم. وقتی به تو فکر میکنم دلم سمت تو پر میکشه، ولی اون شکیم که توی چشمای حسن است از درون منو میخوره. هیچی نمیفهمم. من واقعا هیچی نمیفهمم علی. این یه راه حلی داره. اینجوری درگیری با حسن دیگه تموم میشه. واقعیت رو بهش بگو. علی من یه بار تو رو از دست دادم، دیگه نمیخوام از دستت بدم. حالا در کنار من یه موجود دیگه هم هست. تو به اونم فکر نمی کنی؟ به فکر اون هستم که اینجا کنارت نشستم. من به فکرش هستم.
کاش مالا مالا میره، کاش یه قدرتی داشتم که زمانو به عقب برمیگردوندم. توی سهرا مالا مالا، به همون زمانی که دوتایی با هم بودی. توی کنارا مالا مالا میره، اگه میتونستم دیگه این اتفاقات نمیافتاد. مالا مالا میره، خونه ی من داره به هم خیانت میشه. علی تو اینجوری نبودی، من بهت اعتماد داشتم. و مینا، مینا که مثل خواهرمه، پس چرا این کارو میکنه؟ اینا نقشه ی میناست، اون میخواد علی رو از من بگیره. نه، من نمیذارم این اتفاق بیفته. من با آوردن مینا به این خونه اشتباه کردم و باید خودم اینو درستش کنم. مینا باید دوباره پیش بیلو برگرده، هر چی که بشه. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. تو بیدار شدی؟ تو کجا رفته بودی؟ رفتم آب بخورم. آب که اینجا هست؟ ندیدمش.
بذارم علی شک کنه که من همه چیزو فهمیدم. تولدت مبارک. چقدر نازه، مرسی. گله دوست داشتنیه. از باغچه خودمونه. ممنونم. امیدوارم عمر طولانی داشته باشی، اونم با شادی. آمین. آمین. ممنون. خب بگو امروز چی میخوای؟ چی دوست داری؟ بی خیال، تولد تو اون وقت از من میپرسی؟ در واقع باید بگی چی میخوای؟ حسنا این خنده تو برای من بهترین هدیه تو دنیا است. من دیگه هیچی نمیخوام، فقط همه ی عمر همینجوری بخند. علی اگه تو کنارم باشی، این خنده همیشه یه بخشی از صورتم میمونه. من همیشه کنارت هستم اصلا، همیشه. خیلی خوب، پس همه ی امروزو به من اختصاص بده. این چه حرفی هست؟ نه، همه ی زندگی من مختص توه. خب تو پرسیدی که چه خواسته ای دارم. خواسته من هم همینه. باشه بابا، اگه این خواسته توه پس من مشکلی ندارم. ولی اگه دلت نمیخواد، اجباری در کار نیست. آخه چت شده حسنا؟ سر هر چی غر میکنی. تو که اینجوری نبودی. علی من امروز هر طور که هستم فقط به خاطر تو و عشق توه. این عشق به من قدرت داده و الان... و الان چی؟ و الان اون قدرت رو داری ازم میگیری با دور کردن خودت از من. آی حسنا، تو همیشه نگران هستی، همیشه. اینجوری بخوای پیش بری مریض میشی. یا حداقل یه امروز رو با من دعوا نکن. یه امروز رو، باشه؟ خیلی خوب، باشه. پس بعد کارت شام بریم بیرون. باشه، فقط من و تو. هرچی بانو بگه. چشم، حالا بریم. من برات یه صبونه خوشمزه درست کردم، بهتم نمیگم چیه، خودت برو ببینش. میخواستم بپرسم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. صبح بخیر. صبح بخیر. تولدت مبارک علی. ممنونم. تو یادت بود؟ تولدتو من فراموش کنم؟ این امکان نداره. که اینجور؟ من فکر کردم فراموش کرده باشی. بی خیال علی، این چه حرفیه؟ تولد تو یاد من نباشه اصلا ممکن نیست. خب برنامه امشب چیه؟ امشب فقط من و علی شام میریم بیرون. این حرفو تو ذهنت داشته باش مینا، و مسخره بازی در نیار، چون امشب دیگه نمیمونیم. اینجوری نگو حسنا، این چه حرفی آخه میزنی عزیزم؟ هر چی که هست علی، امشب فقط برای منه. تو بهم قول دادی. آره قول دادم، من که چیزی نگفتم. آره قول دادم. خیلی خوب، تو بشین، من صبونه رو میارم بیرون بخوریم. باشه، تمنا.
تو هم بشین با ما صبحونه بخور. مرسی، گرسنه نیستم. مطمئنم حسنا از اینجا بودنم ناراحت میشه، پس من میرم. اما تمنه هم ببین ناراحتش کردی. علی لطفاً امروز حال منو خراب نکن. امروز برام فرقی نمیکنه که چه فکری میکنه، باشه، چی میگه یا چی کار میکنه. باشه. امروز من فقط میخوام تولد تو رو جشن بگیرم، لطفاً. چشم بانوی من، من کی مخالفت کردم؟ تو بشین، من صبونه رو میارم. باشه. شما اصلا نگران نباشین، انجام میشه. باشه. تو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا چی شده عزیز دلم؟ تو چی فکر میکردی؟ که میتونی از من فرار کنی و من پیدات نمی کنم؟ ولی ببین، بالاخره من تونستم که پیدات کنم. به این میگن عشق واقعی. از اینجا برو. میخوام ببینم اگه نرم چی میشه. در ضمن دفترت قشنگه، رئیست کجاست؟ بهت میگم از اینجا برو، وگرنه. وگرنه؟ وگرنه چی کار میکنی؟ به همه میگی من کیم و با هم چه رابطه ای داریم؟ یواشتر بگو، یکی میشنوه. میشنوه؟ بذار بشنوه. من از کسی نمیترسم. تو خودتو چی فرض کردی؟ چی شده مینا؟ چرا انقدر عصبانی هستی؟ تو اینو از من میپرسی؟ یعنی تو نمیدونی؟ تویی که همش داری بهم توهین میکنی، حالا میخوای ساکت بشینم؟ توهین؟ من که یادم نمیاد به توهینی کرده باشم. نکنه داری از تولد علی حرف میزنی؟ ببین، تو واقعا فکر میکنی که من تولد علی خودم رو با تو جشن میگیرم؟ پس حریم شخصیمون چی میشه؟ تو چرا واضح نمیگی که از سمت من احساس ناامنی میکنی؟ آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دنی کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از این که تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بیابرو کنه. تو شاید فراموش کردی که من همسر علی هستم. نیازی ندارم چیز رو پنهون کنم. در ضمن من چرا احساس ناامنی کنم؟ اونم از سمت تو؟ متاسفم برات حسنا، تو یه چیزی رو فراموش کردی که تو به زور نمیتونی وارد قلب علی بشی. اون تو رو اصلا نمیخواد. اینو کی بهت گفته؟ ببین مینا، علی منو بخواد یا نخواد، عشق من برای هر دومون بسه. تو نیازی نیست خیلی بهش فکر کنی. در ضمن تو این وضعیتی که الان هستی، تو این وضعیت نباید خیلی به مقصد فشار بیاری، واسه بچه خوب نیست. اصلا نیازی نیست تو نگران من باشی. چطور میگی نیاز نیست؟ من که مثل خواهرتم.
داشتم فکر میکردم که خبر بارداری تو به بیلو بدم. از کجا معلوم شاید باهات آشتی کنه و دیگه نیازی نداشته باشی که توی زندگی دیگران دخالت کنی. تو لازم نیست به کسی چیزی بگی، فهمیدی؟ اگه همین حرفو من بهت بگم که سرت به کار خودت باشه و نیازی نیست بین من و علی دخالت کنی چی؟ معذرت میخوام حسنا، من بین تو و علی نیومدم، بلکه تو بین ما اومدی. این که کار تقدیره، از تقدیر چه شکایتی داری؟ ببین مینا، تو تقدیرت هر چی که هست سعی کن زودتر قبولش کنی، این برات خیلی بهتره. خودشو چی فرض کرده؟ با علی داره پوز میده که حرص منو دروره. حرصو تو باید بخوری حسنا، دیگه تنها میمونی، کاملا تنها. تولد علی باشه و اون با تو جشن بگیره، من این اجازه رو نمیدم. همه یه خوشی و غم علی فقط مال منه. ویکی تو از اینجا برو، بعدا میبینمت. باشه؟ برو. باشه، اول شماره تو به من بده، من خودم بهت زنگ میزنم. برو دیگه. باشه، قبول میکنم، بالاخره آدرس محل کارتو که دارم. و در ضمن به خاله از طرف من سلام برسون. والا خیلی شجاعه، دست تو رو گرفته و خونهش رو ترک کرده. ولی اون منو نمیشناسه که راحت شدن از دست من به این آسونی ها نیست. اینو حتما بهش بگو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خانم جان، برای شام چی درست کنم ها؟ لازم نیست، من و آقا شام میریم بیرون. باش. یه لحظه وایسا. بله. مینا خانم کجاست؟ ایشون که رفتن بیرون. کجا رفته؟ چیزی نگفتن. نکنه مینا دوباره پیش علی رفته. نه، علی خودش امروز قرار گذاشت با هم بریم بیرون. پس مینا کجا میتونه رفته باشه؟ باید بفهمم.
خب نگفتی چرا اومدی اینجا؟ ای بابا، امروز تولدته، منم فکر کردم جشن بگیریم. ببین تمنا، اینجا محل کار منه و مردم منو با تو ببینن برام مشکل ایجاد میشه. چرا مشکل به وجود بیاد؟ ببین، تو مگه به هم نگفتی که دوباره با هم قرار داد میبندی؟ پس اگه کسی هم ببینه فکر میکنه که واسه بحث کاری اومدم و قرار داد. ساده است. به حسنا گفتی که اومدی اینجا؟ نه بابا، من که اصلا هیچی بهش نگفتم، حتی ما اصلا همو ندیدیم. بدون اطلاعش اومدی؟ یعنی الان واسه هر کاری باید از حسنا اجازه بگیرم؟ لطفاً، من حالم خیلی خوبه، خرابش نکن. تمنا، بهتر الان بری، بعدن با هم حرف میزنیم، باشه؟ باشه، من از اینجا میرم. ولی شام امشب با حسنا نباید بری، بلکه با من میری. تمنا تو که میدونی من نمیتونم این کارو کنم. چرا نمیتونی ها؟ چون من به حسنا قول دادم که باهاش شام برم بیرون. خب که چی؟ قول واسه شکستنه دیگه. تمنا لطفاً، من نمیخوام حسنا رو ناراحت کنم. واسه همین بهت میگم، تو به حسنا قول دادی که واسه شام با هم میرین بیرون، پس نهارو با من میریم دیگه. اون خوشحال، منم خوشحال. به چی فکر میکنی؟ الو. الو علی، خوبی؟ دفتر رسیدی؟ آره خوبم، بگو. علی ناراحت نشی، ولی یه سوال کوچولو میخواستم بپرسم. آره بپرس حتما. مینا که پیش تو نیومده ها؟ مالا مالا میره همیره، تو ہی سہارا مالا مالا میره همیره، تو ہی سہارا مالا مالا میره. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.